سلام ما به شهیدان، به این مردان آسمان نشین. سلام ما به سپهبدهای اخلاص، شاهد مدعای شکستن قل و زنجیر وابستگی. قدرت پهبادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از کویر کمبودها و تحریمها و تهدیدها گل آبرو در دشت داشته‌های دفاعی کشور عزیزمان رویده است. پرواز جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به پیشتازی جنگنده تمام بومی و ایرانی کوثر مقدمه آسمانی برای نمایش اقتدار مردانی است که همرزمان ایشان در هواپیماهای ترابری تحسین و تقدیر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت و کمک رسانی به مردم مظلوم و تحت محاصره در مراتب تقدیر در کارنامه خود دارند. تنوع پهپادهای مورد استفاده در نیروهای مسلح نشان توانمندی بالقوه و بالفعل مهندسان و نخبگان حوزه‌های دفاعی در صنعت هوایی بوده و به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت دفاعی با روی کردی مبتنی بر بازدارندگی مؤثر می باشد. که شهیدان او شناسنامه شهامت آن است، با بهره‌گیری از گنج جنگ و خودباوری قله‌های بلند خود کفایی را فتح کرده است. تانک ذوالفقار نسل سه ایران تجهیز شده با پیشرفته ترین سامانهای زرهی موجود در دنیا سمساب، تانک بهینه سازی شده M60 مجهز به سیستم کنترل آتش و قابلیت تیراندازی علیه اهداف متحرک و ثابت. تیغ دشمن شکار نیروی زمینی قهرمان ارتش به صیقل باورهای دینی متخصصانش آب دیده تر از گذشته در ید اختیار ولایت و امت ولایی است. همکنون شاهد رژه 51 فروند انواع بالگردهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستیم. رونمایی از اولین سامانه جنگ الکترونیک در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با تهدیدات الکترونیکی دشمن. تجهیز بالگردهای هوانیروز به سامانه‌های دید در شب در نبرد شبانه. تجهیز سامانه‌های موشکی برد بلند به صورت هوشمند و پشتیبانی از نیروهای رزمی و زمینی در تحرکات آفندی و پدافندی.